سلام دوستان عزیزم در کانال فارسی نت، خیلی ممنون که امروزم ما رو انتخاب کردین. قبل از شروع میخوام این نکته رو بهتون بگم که لطفاً ما رو سابسکرایب کنیم و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید. امروز میخوایم بهتون 12 باور غلط درباره پیشگیری از ویروس کرونا رو بگیم. در بخش‌های اداری و بازرگانی، خصوصاً بخش‌هایی که در سال‌های اخیر ارتباطات زیادی با کشور چین داشتند، این باور غلط به سرعت باب شد که به کالاها و نامه‌های دریافتی از چین نباید دست زد چون که آنها ناقل کرونا هستند. پس از شایع شدن ویروس کرونا در کشورهای جهان، باورهای غلطی درباره پیشگیری از این بیماری در کشورهای جهان مطرح شده است. این باورها را بدانید و آنها را جدی بگیرید. 1. مصرف سیر مانع از دریافت ویروس می شود. این باور غلط است. سیر گیاهی است که خواص ضد میکروبی بالایی دارد، اما باعث نمی شود که شما ویروس کرونا یا ویروس سرماخوردگی را نگیرید. در بحث مواد غذایی بیشتر تایید شده موادی را وارد رژیم غذایی خود کنید که خاصیت بالا بردن ایمنی بدن شما را داشته باشند. 2. ماسک به تنهایی معجزه نمی کند. زدن ماسک در مواقعی که یک ویروس همه‌گیر می‌شود اقدام تاثیرگذاری است، اما به تنهایی مانع از دریافت ویروس نمی‌شود. این باور که ما ماسک می‌زنیم به صورت و دیگر از دریافت ویروس ایمن می‌شویم به کلی غلط است. ضروری است در کنار ماسک به سایر نکات بهداشتی نیز توجه کنید. 3. نور فنابرفش ویروس را از ما دور می‌کند. این باور به کلی غلط است. در برخی کشورها این باور غلط باب شده که اگر در معرض لامپ‌های فرابنفش قرار بگیریم، ویروس کرونا از بدن ما دور می‌شود و یا حتی پاکسازی می‌شویم. اما این نور نه تنها برای انسان مفید نیست و تأثیری در دریافت ویروس کرونا نیز ندارد، بلکه باعث صدمه دیدن پوست و بیماری مرتبط با آن نیز می‌شویم. 4. مالیدن روغن کنجد بر بدن. در برخی کشورها شایع شده که مالیدن روغن کنجد به بدن باعث میشه ویروس به بدن ما نفوذ نکند. این باور غلط را کنار بگذارید. 5. واکسن زاتوریه مانع کرونا میشود. این باور غلط در انگلیس شایع شده بود و خیلی زود از سوی محققان این کشور رد شد. در واقع ویروس کرونا ارتباطی با واکسن زاتوریه ندارد و کارشناسان سازمان بهداشت جهانی اعلام کردند ساخت واکسن ویروس کرونا حدود 1 سال طول می کشد. حتی گفته شده محققان انگلیسی در حال آزمایش های ابتدایی از واکسن این بیماری بر روی حیوانات هستند. 6. نگهداری حیوانات خانگی باعث ابتلا به کرونا می شود. عمده حیوانات خانگی در کشورهای دنیا گربه و سگ هستند که تاکنون هیچ موردی از ابتلای این حیوانات گزارش نشده است. اما تایید کارشناسان سازمان بهداشت جهانی پس از هر تماس با حیوان خانگیتان بهتر از دستهایتان را با آب صابون بشویید. این کار به شما کمک می‌کند از ابتلا به ویروس کرونا و البته باکتری‌هایی که از حیوانات به انسان‌ها منتقل می‌شوند محفوظ بمانید. 7. اگر علائم کرونا را داریم گزارش نکنیم. این باور نه تنها غلط است، بلکه برای سلامت شما به شدت نیز پرخطر است. در برخی کشورها این شایعه مطرح شده بود که اگر شواهد بیماری را دارید این علائم آنقدر جدی نیست و به پزشک مراجعه نکنید، چرا که آنها شما را به قرنطینه میبرند و ممکن است چند روزی از فضای اجتماعی و شغل خود دور بمانید. قرنطینه کردن موارد مشکوک تابع علائم و آزمایش‌های متعددی است و خود درمانی در موارد مشکوک بسیار خطرناک است. 8. استفاده از آنتیبیوتیک ها. استفاده بدون دستور پزشک از آنتیبیوتیک ها خطرناک است و در واقع تأثیر بر عدم دریافت کرونا ندارد. در نظر داشته باشید آنتیبیوتیک ها برای از بین بردن عفونت های باکتریایی تولید شدند و مناسب عفونت های ویروسی نیستند. 9. هیچ کودکی مبتلا به کرونا نمی شود. اینکه هیچ کودکی مبتلا به کرونا نشده باور غلطی است. در چین یک نوزاد به کرونا مبتلا شده، اما آمار ابتلای کودکان به کرونا خیلی کم است و این دلیل کافی نیست که مراقب کودکان نباشیم. در این زمینه متخصصان انگلیسی میگویند سیستم ایمنی کودکان بالای 5 سال و نوجوانان کاملا آماده مبارزه با عفونت‌های ویروسی است. آنها ممکن است به ویروس آلوده شوند، اما به بیماری بسیار خفیفتری مبتلا می شوند که علائم عفونت نشان نمی دهد. 10. اسپری نمک بینی و
و غرغره از ابتلا به کرونا شود باور درستی نیست. اسپری نمکی بینی و غرغره کردن آب نمک می تواند افراد مبتلا به سرماخوردگی معمولی را درمان کنند. اما درباره کرونا این مسئله صدق نمی کند. 11. به کالاها و بسته های ارسالی از چین دست نزنیم. در بخش های اداری و بازرگانی، خصوصا بخش هایی که در سالهای اخیر ارتباط های زیادی با کشور چین داشتن، این باور غلط به سرعت باب شده که به کالا و نامه های دریافتی از چین نباید دست زد، چرا که آنها ناقل ویروس کرونا هستند. به گفته محققان سازمان جهانی بهداشت، ویروس کرونا نمیتواند بدین شکل به مناطق مختلف دنیا منتقل شود. 12. ویروس تا 1 تا 2 ماه در بدن مبتلایان میماند. این باور غلط است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا بین 2 تا 14 روز ممکن است در بدن افراد بماند. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. خیلی ممنون که همراه ما بودین. شب و روزتون خوش.